من بیتال جان شرمنده خدیجه جان، ولی غذای شما خیلی چرب و چیلن. من باید موزیک ویدیو بگیرم، باید حواسم به هیکلم باش آخه. آره میگم اینجا خیلی گرم نیست بیتال، این کتتو در بیار عزیزم. آجا که تو باشی هوا گرمه خدیجه جان، آجا که تو باشی هوا گرمه خدیجه جان. ببین با این آهنگم درست میشه کرد، گوش بده. تو قلبمو گرم میکنی. این بدن از اول برای تو میخواست آب بشه. خیلی خوب بود، خیلی. حالا کتتو در بیار. تو خوشت اومد ولی بابا خوشش نمیاد خدیجه. اصلا بابا از خودم هم خوشش نمیاد. ولی به عنوان یه داماد وظیفمه که خودمو تو دل بابا جا کنم. امروز روز اولمه، حالا میبینی خدیجه جان. یه روزی میاد که بابا منو تو رو از همه بیشتر دوست داره. انشالله انشالله. حالا کتتو بدی به من عزیز. خود تمام میخوای چیکار خدیجه جان؟ تو هم گیر دادی به کت من. در بیار دیگه کتتو. واسه چی؟ میخواستم غافل گیرت کنم ولی کتتو نمیدی که. ولش کن، میذارمش تو این جیبت. بیا اینا چیه؟ بتال جان اینا کیه؟ اینا کیه؟ آها بابا، من اینا رو نمیشناسم که از شرکت ضبط عکسای این دختره لاغر مردنی رو برای موزیک ویدیو دادم به. واسه موزیک ویدیو؟ آره. تو میخوای موزیک ویدیو آهنگ حماسی رو با این زنا بگیری؟ خدیجه جان بر اساس اصول زیبایی شناسی اینا رو میذارن چی؟ خدیجه بها جانم، یه جای با کلاس و قشنگ باش. باشه استاد، باشه، پیدا میکنم. تو نگران نباش. باشه گلم، خیالت راحت. باشه عزیز دلم. عجب استا، چی شده استا؟ اصلا گیر داده میگی ما رو ببر یه جایی با کلاس و قشنگ، چه میدونم؟ قبلا اسم گردشو که میآوردیم اول از همه اون از در میپرید بیرون. ولی این هدیه است دیگه بابا. یارن امتحانشو قبول شد آره استا؟ هدیه است ولی کجا بریم آخه؟ این اطراف جا زیاد هست، مثلا بلگارد. میتونید برید لب دریاچه، خیلی جای قشنگه. یا میتونید برید کنار دریا. قدیما میرفتیم جنگل سنوبرا، نه بایدیم؟ آره میرفتیم گردش. اوسا من تو ساپانچای رفیق دارم و میتونم به اون زنگ بزنم، جای خیلی خوبی هم هست، خیلی قشنگه، بهتون تخفیف هم میده اگه دوست داشته باشین بگم. جدی میده؟ این چه حرفیه اوسا، معلومه که میده. اونجا اسبم دارن، کالسکه و اینجور چیزا، هرچی که بخواین هست. خیلی خوب، حالا که دخترمون یه چیزی ازمون خواسته باید انجامش بدیم، چاره دیگه ای نداریم. آف
آفرین به بابا. خیلی خوب. حالا کیا میرن؟ من، تو، مامان تینا. رستوران باید باز کنم. علی چطور؟ خوبه خوبه. یکی دو روزه هرش خوب میشه. خب سر را بهش سر بزن. بهار جونم، خیلی خوشحال شدم عزیز دلم. باشه باشه الان حاضر میشیم، نگران نباش. باشه عزیزم باشه. بهار دین چی گفت؟ قبول کرد. میریم حسنا. میریم عمه، اولین مرحله رو رد کردیم، میریم سپانجا. سپانجا؟ اخ جون اخ جون. یارن جان تو هم به دوستت زنگ بزن و بگو برنامه‌شو شروع کنه. مرحله دوم زنگ زدن به آقا شاهینه. بدون اینکه به بهاءالدین بگی. بهاءالدین یادگار. اگه به مامانم بگی مامو شاهین میاد عمرن نمیاد. به بهاءالدین هم میگیم، هدیه‌مون به یارنه. نه که آقا شاهین هم واسطه شد واسه امتحانش، واسه اون دعوتش کردیم، ولی قضیه بین خودمون میمونه. زنگ بزن دیگه خاله حسنا. آبجی یه دعایی داشتی برای وابسته شدن بود، اون کجاست؟ دعا دعا کجاست؟ دعایی وابستگی گذاشتمش بالا زیر جعبه آبیه. باشه. اونی که کنارش سوراخه ها، اون یکی رو بر نداری. آبجی دعای وابستگی رو بدوزه به کت بتال. باز اینا چشون شده ها؟ چی میخواد بشه؟ این هم دیوونه بتال شده دیگه. یه وقت اون یکی رو ندوزه. اون یکی واسه اون بود که عارف جلوی دستشویش رو بگیره. استغفرالله. دختر جعبه آبی، جعبه آبی، جعبه آبی، جعبه آبی. کیسه کجاست؟ دعا اونی که کنار سوراخه، اونی که کنار سوراخه، حتما اینه دیگه، حتما اینه. آره نه اینه، اینه. این درستش میکنه. 324 زنگ زدیم که زنگ زدیم، حالا چی بگیم؟ حسنا خانم؟ دعوتش میکنیم دیگه دختر. آره دعوتش میکنیم، ولی خب اون کم کسی نیست که، نمیتونیم بگیم کار زندگی تو بلکن بیا با ما. میاد دخترم اون از خودشه. آره حسنا خانم، اصلا اگه کارای میلیون دلاریشو بلکنه و بیاد دیگه همه چی تمومه دیگه. خودتو دست کم نگیر حسنا. اگه اون عظمت داره ما هم عینیم. آره دیگه ما عینی. آره اگه اون آلتین داغه ما هم جلب اغلوی. میخواییم از اون بترسیم؟ حسنا خانم، حسنا خانم. وای شنیده، وای چی کن کنم. چیکار کنم؟ الو آقا شاهین، روزتون بخیر. ما داشتیم راجع به شما حرف میزدیم. برای چی باید کارم رو تعطیل کنم؟ نه این چه حرفیه؟ شما برام ارزش زیادی دارین حسنا خانم، بفرمایید گوشم با شماست. ما هم برای تشکر زنگ زدیم. بهاءالدین گفت یارن به لطف آقا شاهین این امتحان قبول شد، به اونا هم بگیم بیان بریم کنار دریاچه یه غذایی بخوریم، دور هم باشیم. کی بیاین؟ ها؟ امروز. باشه میایم. ایپک هم خیلی خوشحال میشه. ممنونم جناب، خیلی ممنونم. روز خوش. حسنا چی گفت؟ قبول کرد. این قضیه حله حله، اما نزاش حرف از دهنم بیاد بیرون. گفت ایپکم برمیداره میاد. از تو باید ترسید حسنا. میریم گردش. آره میریم 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 میریم. وی قد نکردم. ای قد 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 کردم. مبارکتون باشه. خیلی ممنون. همسرتون خیلی خوش سلیقه‌ن.
درست. فکر کنم ما دیشب هم دیگر رو دیدیم. متوجه نشدم. کجا؟ همون رستورانی که تازه تأسیس شده. لالولا؟ رستوران الا. نه، حتما اشتباه میکنین، من همچین جایی نرفتم. ولی من حافظه تصویریم خیلی خوبه. ما دیشب پیش هم بودیم، فکر کنم اشتباه گرفتیم. شاید. بفرمایید. ممنونم ازت. بازم تبریک میگم. ممنون. ممنون. یه دونه جدیدترشو میگیرم. بیا تو فعلا اینو بگیر، ماشین جدیدش چشم نخوره. یادگار پس خودت چی؟ چیزی که نمیشه عزیزم، من یکی میگیرم. تو الان ماشین جدیده، این جلوی چشم زخمو میگیره. بیا بگیرش. من بنداز به سویچ ماشین. نندازه باید قهر میکنم. باشه میندازم. الو. کجایی جیوان؟ تو راه هم گورکم، دارم میام. مامو یاد دارم کلانتری این دیوونه برام ایمیل فرستاده. چه ایمیلی؟ چی نوشته؟ نوشته ما تو باز بذار موی باز بیشتر بهت میاد. معلومه که خوب میدونه چی میپوشم، موهام چطوری و چی کار میکنم. انگار داره نگاه میکنه. باشه باشه، تا 5 دقیقه دیگه میام. جیوان؟ طرف دست بردار نیست. من تو رو میرسونم و از اونجا میرم کلانتری. سپانچا چی میشه؟ آبچی زنگ زد گفت قراره همگی با هم بریم سپانجا. یادگار نمیتونم رستوران رو ول کنم. تو برو، ما آخر هفته با هم دیگه میریم. باشه. دارن شام میرن بیرون ولی اوستا 8 پرس خوراک گوش واسه تو راهشون درست کرده. نه داداش، منو نمیبرن که. عارفم امروز تو رستوران داداش جیوان کار میکنه. قرار حسابی دلمون برای همدیگه تنگ بشه. کاریش هم نمیشه کرد. ولی داداشت باز یه فکرایی کرده. میخواد غافلگیرش کنه. چه جوری مثلا؟ داداش میخوام براش گل بفرستم. یه جوری که نفهم از طرف کی بوده. بعد خودمو که نبینه دو برابر غافلگیر میشه. یعنی داداشت بازم دنبال کاری خفنه. نگاه کن میبینی اصلا چه آدمیه. یعنی نمیخواد بفهم از طرف تو بوده؟ خیلی خوب باشه، شب میبینمت. جیلان میگم خانوادت حاضر شدن، یه وقت دیرت نشه. نه من نمیرم، من امتحان دارم. یعنی میخوای تنها بمونی؟ نه اینجا درس میخونم دیگه، تازه تو هم تنها نمیمونی. چی شو؟ میخوام یه سر برم آشپزخونه. وایسا بذار کمکت کنم. وزن تو بنداز رو من. خوبی؟ آره خوب، هم بریم. دلناس. الو علی، حال چطوره؟ خوبم، تو چطوری؟ خوبم، چیزیم نیست. موتور اینطوریه دیگه، ممکنه باهاش تصادف کنی. اشتباه از من بود دیگه، شرمنده، تو هم آسیب دیدی. ولش کن، الان حال چطوره؟ ماهر پیشته؟ تنها که نیستی. نه نیستم، جیلان اینجاست. بهش بگو خدا بد نده. میگه به تو خدا بد نده. آه سلامت باشه. سرپا که شدم میام پیشت. باشه؟ باشه میبینمت. هاچیک یکم سبزی و میوه هم بذار تو را دهنمون خوش نشه. باشه هاچیک میذارم، نگران نباش. مامان استا با این همه آذوقه سپانجا که هیچی میتونید برید دنیا رو بگردید، دنیا رو. خب جمعیتمون زیاده دیگه. آره شکمی گشنه که نمیتونیم تو را بمونیم. خاله حسنا،
میشه سودم با همون بیاد؟ کجا؟ سپانجا. ای خدا، هر جا میره سودم با خودش میکشونه. نمیشه پسرم، اون بچه امانته، خدای نکرده یه چیزیش بشه چی؟ آره شما هم که لیلی مجنونید، بعدا باید تو سپانجا دنبال شما هم بگردید. آره بابا بزرگش میاردش. آره آره، مامانش هم بیاد، بابا بزرگش هم بیاد. خواهش میکنم خاله حسنا، اگه با آقا قاسم بیاد که دیگه اشکالی نداره، مشکلی پیش نمیاد حسنا. الماس، خب بچه دلش میخواد، میخوای دل بچه بمونه اینجا؟ خواهش میکنم خاله حسنا، خواهش میکنم. خواهش باشه باشه بیاد، بگو بیاد. اولی آقا قاسم هم باید بیاد. ها خواهش میکنم خاله حسنا، خواهش میکنم. لطفاً لطفاً. حتی مدل موهاش هم میدونه. یارو همینجاست، اگه پیداش کنم میزنم دماغشو خورد میکنم. خیلی خوب جیوان، میخواییم بریم کلانتری دیگه. تو لیست همه کارکنان رو در بیار، از کلانتری که برگشتی میخوام باشون حرف بزنم، باشه؟ تو بر بیرون، یا هوا بخور، منم میام. گرکم جیوان، باشه لیستو در میارم، تو برو یکم هوا بخور. این بیچاره به خاطر یه دیوونه اعصابش به هم ریخت. دائم همچین آدمیه دیگه، مشکل دوستاشو مشکل خودش میدونه. تو این دو روز امون از این آدمو پیدا نمیشه. راستش پیدا میشن، ولی خیلی کمه. آبجی گرکم، من کارم تموم شد، یه کم دیگه میرم، دائمم خبر داره. باشه باشه، نهار رو رد کردیم، بقیهش هم خودمون حل میکنیم. معذرت میخوام. بفرمایید. میشه یه اسپرسو بیارید؟ باشه الان. واسه چی میزنی؟ اول ببین چیه بعد بزن بابا. تو اینجا چی کار میکنی ماهه؟ آخ آی آی، اومدم دنبال عارفی داداش، میخواد بره سپانچا. مگه آدم اینجوری میاد؟ وضعتو ببین، شبیه جاسوسا شدی ماهه. تو چجوری کار میکنی داداش؟ هر کی میاد جلوی درو میگیری به باد کتک؟ ماهه؟ عارفه چی شده جیوان؟ فکر کردم اونیه که مزاحم تو شده. خیلی کارت زشت بود داداش. آخ. ماهر، حالت خوبه؟ آره، عالی هم، نمیبینی؟ ببینم ات وایسا، فشانم افتاد بابا. ببینم، تو حالت خوبه؟ من خوبم، تو برو تو بگو برات یخ بذارن، ما میریم کلانتری و برمیگردیم. بیا بریم. خدا حافظ، به سلامت، مراقب باشی. منم خوشبختم. تو اینجا چی کار میکنی؟ ها اگه داییم بفهمه چی؟ خب بابا دلم واسه خوشخندم تنگ شد، گفتم بیام غافلگیرت کنم، دیگه نمیدونستم که این بلا سرم میاد. آخه چه غافلگیری؟ یکم پرپر شد ولی خب. دست درد نکن. خواهش میکنم، چیزم نشده که نه؟ وایسا اوف، اصلا دوا شدم. زود باش دیگه حسنا، زود باش بابا، ما را بیفتیم شب شده. میگم با جون داماد مثل بچه خدا آدم میمونه، تو منو از آهنگام، شعرام و ویدوهام میشناسی، حقم داری. دختر دادن به یه آدم هنرمند خیلی سخته به خدا، ولی من مزیت‌های دیگه هم دارم. مثلا نه اون نمیشه، اونجا ضعیفم، مثلا منقل.
ادعا میکنم که هیچ کس تو این بهتر از من منقل درست نمیکنه و کباب نمیزنه. خب منقل به چه کارمون میاد پسرا؟ داریم میریم هتل. منقل همه جا میشه رو براکت بابای قشنگم. این توی فرهنگ باز. اگه بخوای یه روز پدر و پسری میریم با هم یه منقل و زغال و هه اومدیم بهایدین اومدیم. این چیه حسنا؟ داریم میریم دعوا یا هتل؟ احتیاط شرط عقل دیگه عزیزم. گفتم تو را گشنمون نشه. بدش به من. مشتون عزیزم. بابا جون تو یکم اضافه وزن داری، خدای نکرده سکته میکنی میفتی میمیری. قلبت درد میکنه آخه. تو بیا این کت تو بپوش بتال جان. میخوام بشینم تو ماشین دیگه خدیجه جان. بپوش بپوش خدای نکرده سرما میخوری. جان به دیگه. یارن جان تو برو بشنس. الماس کجاست؟ گفت دارم میام دیگه عمه. من برم یه سر بهش بزنم. بهادین یه چیز دیگه مونده بعد تمومه. زود باش حسنا. زود باش عزیز دلم. زود باش. باشه الان میام. با هم کارت سخته آبا جون. بپوش یونس بپوش. اونجا هم نباید دست سوده رو بگیری بدوی بری یه جایی باشه؟ باشه. ما اونجا مهمونیم واسه بابا بزرگ، درد سر درست نکنیم. مهموناشون فقط ما نستیم که. کیا دیگه هستن؟ یادگار جان زود باش دیگه، زود باش دخترم شوهر خواهره دست بانی شده. باشه آبجی باشه. بیا بیا یونس. آبجی کتو تن بتال کردم دیگه، تو سابان جا از کنارم جوم نمیخوری. دختر خودم بگم چی کاره نکنه. منو ببین یه دعا هم به کت آقا شاهین بدوزیم. اون دعا رو به جای آقا شاهین باید به آبجی یادگار بدوزیم که تو طرف رو دیده سابان جا فرار نکنی. نه توب دست منه. میدونم توب دست تو. میدونم امه با. خیر باشه. تو سپانجا عروسی دعوتی؟ داری میریم گردش دیگه دخترم، نمیشه کش وقته بریم. آره بریم. این دیگه چیشه؟ جمعیتمون خیلی زیاده. خب یه ماشین دیگه هم هست. منظورم اینه که میتونیم با ماشین ماهرم بریم راحت تریم. تازه میگم من اون رفیقم که میخواد بهتون جا بدارم میشناسم اوستا، رو در رو بهترم میتونم ازش تخفیف بگیرم. رستوران چی میشه؟ داداش جمال هستی که؟ علی مریض دختره؟ باشه، ولی ماهرم که تنهایی نمیتونه از پسش بر بیاد. بعد از ماهر ببندیم دیگه، ولش کن. شبا هم که زیاد مشتری نداریم اوستا، من میگم جاتون تنگ نشه. باشه بس بیا. ممنون اوستا، منم هوا عوض میشه. سرت چی شده؟ کله پوک. سرم، آها یه تصادفی کوچیک پیش اومد. بریم دیگه. بریم. چه خبرته؟ آبجی یادگار تو برو بشین، برو. چی شده آبجی یادگار؟ منم نمیدونم عارف جان. با اون همه خوراکی که تو ماشین بهاجون هست له میشیم، تو همینجا راحت بگی بشین، برو. تو ولم کن دیگه ای بابا، خودم سوار میشم. عجب بابا عجب. برو راحت بشین، اینجا جاد حسابی راحته، برو. ماهر سره چی شده؟ چیزی نشد آبجی یادگار، یه سوء تفاهمی برای داداش جیوان پیش اومد. دایی فکر کرده مزاحمه. منم اومدم اینجا مزاحمتون شدم آره. نه بابا این چه حرفیه آبجی یادگار؟ این چه حرفیه بابا، خدا رو شکر که تو اومدی. فکر کن داداش بتال می اومد. وای میخوام اوج بگیرم. من میرم. دستمو ول کن دیگه. الماس گفت من میرم، تو چی از جون من میخوای آخه؟ من بیشتر از اونی که اما به تو اعتماد دارم عمه جون. ول کن دیگه. طرف زن نداره، بچه مچه میخوایم سوار ماشینش کنیم، نمیتونیم به کسی جز تو بسپاریمش عمه جون. بیا بیا جون، بیا قربونه. برو برو سوار شو، برو قربونت عمه گلم. وای کمربندت هم ببند. من میخواستم سوارشم با هایدین، میدونی که رابطم با بچه ها خیلی خوبه. برکان آبجی این حرف حالیش نمیشه. با هایدین هم کارمون تموم شد. تو فریزر چیزی گذاشتی حسنا؟ اگه جیلان آب بخواد میچاره از تشنگی تلف میشه. ای بابا اونم گیر داده، همش میگه میخوام درس بخونم. همه رو سوار ماشین کردم با اونجون بریم. تو کجا؟ کنار تو دیگه. یا صاحب سر، وقتی مامان حسنات اینجاست تو میری پاش. برو ببینم. دیدی آبجی داره میاد پیشم بشینه تو جواب ده. آره همون سیاهه.
نه، سبز سیاهه. دختر، اون سبز دعای نگه داشتن ادرار بود. اونی که سوراخ داشت آبجی. خب سیاه سوراخ داشت دیگه. سبز هم سوراخ داشت دیگه. سوراخ داشت عمه. نمیدونم. سوراخ داشت عمه، سوراخ داشت عمه. دعای ادرار بهش دوخته حسنا. سوراخ کنش. آیه الان مریضی پروستات میگیره بیچاره. آبجی چرا از همون اول نمیگی سیاهی میگی سوراخ دار؟ ای خدا ای خدا. برو برو بشین زود برو درش بیار. ماشالله همه رو فرستادی رفتن ولی خودت راحت نشستی سر جات فرستن. نه بابا جون به خاطر خودم نبود، واسه این بود که خدیجه جاش تنگ نشه. وای هوا گرم شد. نه کتتو در بیار عزیزم، کتتو در بیار عزیزم. ول کن. آره منم گرمم شد. اون به خاطر سنت مامان حسنا جون. تو هم ول کن دیگه خدیجه، همینجوری خوبه، در نمیارم. بریم دیگه بابا جونم. داره میریم. من میخوام تو سفنجا سوار اسب بشم. منم میخوام سوار شم. منم. انشالله که سفر خوبی بشه ساله. انشالله. ایمیلشو که داریم، یه قرار میذاریم و منتظر میشیم که بیاد. به کلانتری خبر دادیم دیگه، کافیه. اونا فقط گفتن گزارشو ثبت میکنن، همین. اگه طرف همینجا باشه چی؟ خیلی خوب، برفرض که ما گفتیم و اونم اومد، جوابمونو میده؟ خواهیم دید. خیلی خوب، چی بنویسم؟ نیم ساعت دیگه بیا به کافی شاپ میدان. چیز دیگه‌ای به ذهنم نرسید. اونجا رو میشناسه؟ آگه از بچه‌های اینجا باشه. آره این چیه جیوان؟ این هدیه یادگاره، میخواستم بندازم به سویچ ماشینم ولی آها جواب داد. چی نوشته؟ باشه میام. بریم پاشو بریم بجو. چقدر دیگه مونده بابا؟ دخترم تازه را افتاده. خب چی کار کنم، هیجان دارم. ریپک بازم که نقشه ای نداریم، مثل دیشب نشه. خاله حسنا گفتی که بابا میخوان بورسیه گرفتن یارن رو جشن بگیرن. اینجوری من و یادگار رو تو شرایط سختی قرار میدین دخترم. میتونم. یعنی؟ نقشه در کار نیست. باش. کاش تو هم میتونستی بیای. آره فزیاد که اونجا نمیمونی. نه بابا آبجی یادگاه، یه غذا میخوریم و بر میگردیم، فقط واسه اینکه یارن دلش خوش. حال دل تو چطوره؟ با هم دیگه خوبی؟ خوبیم آبجی، خدا رو شکر. این قضیه خواهر و برادر شیری هم تموم شد. خدا رو شکر. خب بالاخره منم اولین باره که کسی واسه هم گل میگیره و کارای رومانتیک میکنه. هم دیگر رو دوست داریم دیگه. یه چیزایی بینمون هست. دوست داشتن چیز قشنگی. زندگی سخته، اگه عاشق نباشی سخت‌ترم هست. ده دقیقه بیشتر نیست که از خونه زدیم بیرون. اون وقت این دستشویش گرفته. مرد کنده اندازه این فرفره نمیتونه جلوی خودش رو بگیره. آخه مگه این دعای رفع ادرار نبود؟ آبجی پس چرا نمیتونه دستشویش رو نگه داره؟ فکر کنم برعکس عمل کرده. اینم شانس منه. علاءالدین گوجایی اینجا خیلی خوبم. 5-6 کیلو بگیرم؟ همش 5 دقیقه است که از خونه زده بیرون. حسنا چه گوجه ای بابا؟ منو دیوونه نکنید.
اومدم بابا جون، اومدم. خدیجه جان نمیشه، نمیتونم. فکر کنم از بس تو حیات منتظر موندم سرما خوردم، دستشویی دارم ولی نمیتونم دستشویی کنم. این کت تو دیار بیار بتال دیارش. نه بدنمو باید گرم نگه دارم خدیجه جون. بایدین پشت ماشین یکم تنگه، میگم من جامو با صالحه تو ماشین آقا قاسم عوض کنم. زود باشید برید آبجی جون، یکی جاش تنگه و یکی از بچه بدتره. زود باشید داریم ای بابا. یک و دو قاطی کردم، هم یه دقیقه نتونستی سر جد بشین یا بتبا. برو خانم ببخشید فندک داری؟ نه ندارم متاسفانه. ببخشید. الو علی، بیا تو اسکایپ یکم حرف بزنیم. وایسا الان میام. جیلان بی زحمت لپتاپمو بهم میدی؟ جیلان هنوز اونجاست؟ آره اینجاست، داره درس میخونه. چه خبر؟ بهتری؟ یکم درد دارم ولی خوب شد. امتحان داشتم ولی گواهی دکتر گرفتم. همش تقصیر من شد. نه بابا. علی میشه خصوصی صحبت کنی؟ من میرم علی. جیلان میشه بعدا صحبت کنیم دفنه؟ نه نمیخواد، حالا که تنها نیستی من تو خونه درسمو میخونم. جیلان آره به نظر منم باید صدقه بدیم. جیلان داری کجا میری؟ میرم خونه، میخوام خونه درس بخونم خاله جون. چی میگه؟ باشه بخونه. شب برگشتیم بازم میایم پیشش بهیه. خدا بلاهای بدتر از اینو ازتون دور کنه. خدا بد نده خواهر، بد نده. چی گفت؟ بهتر عمه. هم دعا رو اشتباه دادی هم دعا برعکس عمل کردی. آبجی دیگه باید چی کار کنه؟ بگو ببینم دخترم میتونه دستشویی کنه یا نمیتونه. عزیزم میره دستشویی ولی نمیتونه دستشویی کنه. نمیتونه دیگه. خب پس دعا جواب داده. عارفه هم همین جوری شده بود، یادتی نیست؟ یعنی مثل همیشه دستشویشون میگیره ولی به خاطر دعا نمیتونن دستشویی کنن. آره خدا. آره تو کجا؟ خیلی که دیر نمی کنیم شوهر خواهر. نمی کنیم دخترم، یه غذا میخوریم و برمیگردیم. فقط اگه این بتال دستشویشون برکنم. بهایدین پشت ماشین حال منو بد میکنه، میخوام جامو با صالح عوض کنم. جای همیشگیت دیگه آبجی. نه امروز حالم داره به هم میخوره. عجب. بازم نشد بابا جون، اینشالا دفعه بعد حتما میشه. دفعه بعد دیگه نداری پسرم، باید تا آتر خودتا نگه داری. نجابی به تر تمام کرد آبجیم شروع کرد. اونجا پشت ماشین حالم به هم میخوره ساله. تا امروز که ماشین نمیگرفتته چی شد؟ حالا چی میشه تو بری اونجا؟ جای من اینجا راحته. خب اونجا هم راحتی دیگه ساله. الماس خانم شما پشت بشینی، نظرتون چیه ها؟ آخه شما جوانتری، این رابطتون هم با بچه ها خیلی خوبه، همه با هم با شوخی و خنده میریم ها؟ بفرمایید. ممنون. یونس بیا بقیل، بیا.
آفرین. بهادینم حالا میبینی عمه ها، بچه ها، یادگار، خیلی روز خوبی میشه مطمئنم. خیلی روز قشنگی میشه. ننم ننم نم ننم 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 ننم. شکوفه ها باز شده، مگه تابستون اومده؟ مگه دل من از این عشق دست میکشه؟ مگه دل من از این عشق دست میکشه؟ مگه کارایی که با من کردی کم بودن؟ سوختم خدا یا سوختم؟ نظر بسوزم، نظر به اسم عشق گول بخورم. گفتم که بهت، دیدی نعیمت؟ معلومه اون یه دیوونه است. حداقل امتحان کردیم دیگه. ممنونه. تو چرا نرفتی ساپانجا؟ کار داریم دیگه. از استاد ایلهان کمک میگیریم. نهارو که تموم کردیم، اگه همه چی هم برای شما حاضر باشه دیگه مشکلی نداریم. آره همه چی حاضره، ولی فقط یه روز نیستی و گورکن جیوان، تو از من عصبت بیشتر به هم ریخته. امروز کارا رو حل میکنم، تو برو. راستش یادگارم پیام داده گفته کاش تو هم میومدی. ولی خوبه دیگه. خیلی خوب باش. پس بری. پاهم دیگه دارن میشکنن عزیزم. آی تو که گفتی نزدیکه، زود میرم و میای. نزدیکه ولی نامزد تو عتیقه. سر همه تو بالاتای سر راه وایسادی. تو را نشد بابا جون، ولی مطمئنم که اینجا میشه. الان میام خدیجه. کتتو بده به من بتال. خدا من از دست اینا چی کار کنم؟ هاچی خیر باشه. من میخواستم از کنار خودم جوم نخوره، ولی الان دست شیش من نمیاد. فوقا همونقدر که میگفتی قشنگه ها. آره اگه نمیگفتی یه جای معمولیه. معمولی بود اوستا، لابود داداش ساله بازسازیش کرده دیگه، نمیدونم. آره 5 ستاره است. اصلا جانم عزیزم، آقا شاید اینجا چی کار میکنه؟ حرف از غافلگیری نزن. نه عزیز دلم، نه که به قبولی یارن کمک کرد، ما هم یه تعارف خشک و خالی به ای زدیم، دستش درد نکنه، اونم پا شد و اومد دیگه. اوستا بهایدین. بفرمایید آقا شاید، خوش اومدی ایپه جا. ممنونم بهایدین، یارن نیستم جیادگاه. یارن تو راه ای پکشه. آقا قاسم یکم یواش میرونه. سلام یادگار، چطوری؟ خوبم، خیلی ممنون آقا شایی. لطف کردید اومدید آقا شایی. حسنا خانم خیلی اصرار کردم، منم تمام کارامو تعطیل کردم و اومدم. ولی یارن جان گیر داده بود که حتما ای پکینا هم باید بیان، شما رو مثل خانواده خودش میدونه. اومدن اومدن اومدن. یاره ماما میتونی بریم سوار اسب بشی؟ سب کن دخترم، تازه رسیدی. بعدشم من از اسب چی سرم میشه؟ برو با ایپک بازی کن یاره، اگه مامانت اجازه بده بعدا سوار اسبتون میکنم. باشه. بفرمایید آقا شاید. بفرمایید. بفرمایید. گل پشتمون جنگل، ای خدا یه روز آروم و قشنگ و دوست داشتنی میشه مطمئنم. آره حسنا جان، آره. ولی داداش ساله هم اینجا رو واقعا کوبیده از نو ساخته ها. کجا بریم مصطفی هادی؟ هرجا دوست دارید آقا شاهین، بفرمایید. ای بفرمایید، بفرمایید پیش یادگارینا، بچه هم پیشتون میشینن. بهادین، بهاجان میبینی یارن و ایپک مثل دوتا مرغ عشق میمونن، همش کنار همن، همش با هم این بر و اون بر میرن. چکی 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 چکی. بفرمایید آقا. ممنون.